بشمت سرگرمی حالت چطوره نیچو هستم و بریم با هم ماشین فوق 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 خفن مرسدس بنز AVTR رو ببینیم که برگرفته از فیلم جیمز کامرون آواتار هستش و خیلی ماشین خفنیه، حتی از اون چیزی که شما فکر میکنید خفنتره. بزن بریم. واو واو آقا، این ماشینی که دارید میبینید فقط لاستیکا و نورپردازی ها رو ببینید. این خیلی جالبه، این ماشین ترکیب ایده های جیمز کامرون تو فیلم آواتاره و توسط مهندس های مرسدس بنز برای ساخت یکی از خودروهای الکتریکی مفهومیشون به اسم AVTR که حالا از اسم آواتار هم تقریبا توش استفاده کردن ساخته شده. حالا خود AVTR البته مخفف یه کلمه هستش که الان حضور ذهنم یاد اومد بهتون میگم. بعد آواتار ساخته جیمز کامرون تو سال 2009 بود که اگه یادتون باشه اون موقع تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما هم شد و اگه یادتون باشه یه همچین ماشینی تو اون فیلم بود، یعنی تقریبا شبیه این بود. بعدش الان حالا مثلا بعد از یک دهه منبع الهام مهندسای مرسدس بنز شده و الان خودروی مفهومی و آینده نگری به اسم AVTR تو نمایشگاهشون معرفی کردن. حالا AVTR همونطوری که بهتون گفتم مخفف Advanced Vehicle Transformation هست که در واقع اگه بخوایم معنیش کنیم معنیش میشه تغییر شکل دهنده پیشرفته خودرو مثلا، که البته به اسم فیلم آواتار هم عرض کردم چیزش اشاره داره. و هدف تولید این ماشین هم گفتن که برای رسیدن به محصولی که از یک ارگانیسم زنده رفتار کنه و رابطه اتصال سرنشین با ماشین بشه. یعنی در واقع مرسدس بنز هیچ گونه مثل ماشین‌های معمولی دکمه و فرمون و اینجور چیزا نداره و شما پشت این ماشین می‌نشینید، یعنی کنسول داره دستتون می‌ذارید روش، ارتباط ذهنی با مغز شما برقرار می‌کنه و می‌تونه امکانات مختلف رو باهاش کنترل کنید و رنگ پردازی و نور پردازی و دیزاینش که دارید خودتون می‌بینید و فوق‌العاده است. یعنی شما فقط ماشین رینگ و لاستیک رو اصلا نگاه کنید این ماشین و خلاصه ماشین فوق العاده. حتی صندلی‌هاش هم تداعی کننده محل خواب اون توی ساکنین پاندرا و یادتونه فیلمو و مشابه برگ درختان به نظر میرسه. این در واقع کلا ماشین المانی از AVTRه. بسیاری از چیزای دیگه ماشین هم اگر نگاه کنید مثلا مثل چرم صندلی‌ها یا هر چیز دیگه از ارزیاب چیزای بازیافتی و نگاه کن ماشینو و دیگر موارد به کار رفته روی داشبورد و کف کابین AVTR هم همشون کاملا طبیعیه. شما لاستیک رو ببینید، نورپردازی رو ببینید، خدایا همین طراحی بیرونش یه خودرو اسپورت، در واقع میخوام طراحی بیرونش رو کنیم، خودرو اسپورت 4 دره که ارتفاعش هم بسیار پایینه همونطور که میبینید و در انتهاش هم سقف و نزدیک پشت خودرو هم 33 تا بالچه کوچک. بعد چاکت تو اول ویدیو هم دید 33 تا بالچه کوچک که تداعی کننده حالت تنفس ماشینه که هر کدوم به جهت‌های مختلفی میرن و رنگاشون هم تغییر پیدا میکنه و خلاصه خیلی حالت آیرودینامیک و خوشگل به این ماشین داده. چرخاش هم که دیگه دارید میبینید به شکل بیجی طراحی شدن تا علاوه بر درخشندگی حس تنه درخت هم در واقع به بیننده یا به من شمایی که دارید میبینیم القا میکنه. خود مفهوم مرسدس بنز باتریاش هم قابل بازیافته با فکر کنم 110 کیلووات هر باتریاش و دیگه چی از این ماشین بگم، 700 کیلومتر رو میتونه طی کنه این ماشین. 4 موتور برقی هم داره و روی هر کدوم از چرخاش هم که مجموع قدرتش هم 470 اسب بخاره. خلاصه همونطور که میبینید این ماشین بسیار ماشین جذاب و زیبایی هستش و واقعا هر کسی رو مبهوت خودش میکنه و واقعا شما بغل نگاه کنید ماشین رو، طرف قشنگ اینجوری دراز کشیده، شما دارید شخص رو میبینید و واقعا این ماشین یکی از ماشین، این ماشین خوراک گیمراست، اونایی که کیس های آر جی بی دارن. یعنی شما بگو از خونه میای بیرون از اون رنگ پردازی های داخل اتاقت میای بیرون میری میبینی با ماشین هم همینجوریه و این ماشین واقعا حس خوبی به آدم میده. من ترجیح میدم یه خورده سکوت کنم بیاید با این ماشین رو ببینیم. طراحی رو نگاه کن تو را خدا،
یعنی این یکی از معدود چیزاییه که من میبینم از فیلم‌ها جلوتره. ما تو فیلم‌های تخیلی هم ماشین به این خفنی ندیدیم. انقدر خوشگل واقعا دیگه الان به راحتی میتونن هر چیزی که تو ذهنشونه درست کنن. چقدر خوشگل. اون پشت ماشین رو ببینید، اون دریچه‌ها رو نگاه کنید، داره باز و بسته میشه. هر دریچه جدا جدا. دست یارو رو ماشینه، ارتباط ذهنی داره میره. چقدر خفنه. یه روزی تو خیابونا پر این ماشینا میشه. ایران نمیدونم کی، ولی به زودی تو لاس وگاس و نیویورک و دبی به خصوص. شاید مثلا 10 سال دیگه. آره بابا 10 سال زیاده، شاید تا 5 سال دیگه. خیلی تکنولوژی داره سریعتر از اون چیزی که فکرشو میکنیم پیش میره. 10 سال پیش تازه آیفون اومده بود اگه یادتون باشه. 10 سال پیش که نه، اصلا 13 سال پیش. ولی کی فکرشو میکرد الان گوشی هوشمند چیزی طبیعی بشه که دیگه نگاشم نکنیم. اونم فقط تو در 12 سال. و الان این خودرو شما فکر کنید مثل همون آیفون اولی که اومد و گوشی ها رو، صنعت گوشی رو عوض کرد. 10 سال دیگه این خودرو عادی میشه. آی فوق‌العاده است. مس وای نگاش کن چجوری داره از این گوشه میاد. خدایا This is so beautiful. نگاش کن So beautiful نه؟ Oh my god. خیلی خوشگله. خوش به حالش. حالشو ببرید. امیدوارم که این تصاویر مورد توجهتون قرار گرفته باشه. امیدوارم اطلاعاتی که تو از ماشین بهتون دادم به دردتون خورده باشه، در واقع اطلاعات مفیدی بوده باشه، تونسته باشه چیزی راجع به ماشین به در واقع نظر شما اضافه کنه. همین چیزی. نظر شما راجع به این ماشین چیه؟ چقدر از آیرودینامیک و خوشگلی این ماشین خوش؟ البته بچه‌ها ماشینم سلیقه است، یادتون باشه هیچکس هیچ وقت نمیتونه ادعا کنه این ماشین زیباترین ماشینه، چون سلیقه است. کلاً هیچ چیز به اسم زیباترین بچه‌ها نداریم، اینو یادتون باشه. در مفهوم عام شاید، ولی در مفهوم کلی نداریم. همیشه سلیقه‌ای. شما میگید مثلا زیباترین دختر دنیا اینه، نمیتونی بگی زیباترین مرد جهان اینه، مثلا خوش‌تیپ‌ترین مرد، نمیشه، چون سلایق مختلفه. که اگر اینجوری نبود پس همه اونایی که معمولی تر بودن مثلا الان تنها بودن، یا همه اون هر چیزی که معمولی بود هیچکی نگاش نمی‌کرد. خوبیش اینه که همه چیز سلیقه‌ایه. نظرتون راجع به ماشین تو راجع به این ماشین تو کامنت ها بهم بگین. چه چیز این ماشین براتون خیلی جالب بود و خوشحال میشم که نظر شما رو بدونم. درود بر شما و مرسی که نگاه کردید. تا ویدیوی بعدی بدرود و خداحافظ.